دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و در پادکست لام تا کلام در خدمت شما هستم در طی جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه که یه ناگفته هایی در رفتار و گفتار و خلاصه کنش واکنش ما آدما وجود داره که ما به هر دلیلی این ناگفته ها رو نادیده میگیریم و به طرز عجیبی تاثیر خیلی بزرگی هم رو کیفیت زندگی ما میذارن همین شد که تصمیم گرفتم تو هر اپیزود این پادکست به یک کدوم از این ناگفته های کوچولو بیشتر بپردازم امروز شما دارین به اپیزود 26 و آخر از فصل اول پادکست لام تا کلام گوش میدین که در آذر ماه 1400 ضبط میشه و من میخوام راجع به پدیده انتظار و توقع با شما صحبت بکنم خب ببینیم چی شد که به توقع و انتظار رسیدیم چند روز پیش که از دوستای من به من زنگ زد و با من تماس گرفت گفت آره ماز خوام با تو صلاح مشورتی بکنم چی شده گفت بله من یه معلم یوگایی دارم که خیلی بهم کمک کرده منم برای اینکه ازش تشکر کنم شم گرفتم نمیدونم چشبند خاص گرفتم اینو گرفتم خلاصه یه کلکسیون از چیزای خیلی خاص برای معلمش کادو گرفته بود روشم یه سوهان فرد علای خیلی خوشمزه و ارزشمندی که بالاخره تو کانادا بر خودش حرفی برای گفتن داره گذاشته بود و به معلمش هم برده بود داده بود با ذوق و شوخی کارت هم ورداشته بر کریسمس که هنوز هنوز دسامبر هم نیومده و هر ترتیب یه کارت هم نوشته بود خلاصه دیگه با یک تیر 60 تا نشون رو با هم زده بود و اینو برده و داده به معلمه معلمم گرفته بود یه خانم کانادایی گرفته بود گفته بود تانکیو شد بعد میگفت من آخه به نظر تو این طبیعیه این درسته من انتظار داشتم از من حالا حداقل اونجا وا نکرده جلو من که وا نکرد ولی بعدا بره مثلا نگاه کنه به من خبر بده و همه اینا ببینیم دوستان قصه میره حالا دوست من کاملا با من نزدیکه به منم اجازه داده که بدون ذکر نام قصه رو بر شما نقل کنم و خیلی هم دیتیل به من گفت که تو ذهنش چی میگذره به خاطر اعتمادی که به من داره با تشکر ازش حالا بیا ببینیم چه اتفاقی میفته با این انتظاره من که بهش گفتم عزیزم جانم اصولا ما یه ذره اکسترا و اکستریم هستیم به عنوان ایرونی یعنی این پکیج و این بستر رو با خودمون از ایران ورداشتیم آوردیم هر جای دنیا کادو میدیم دیگه پرزنتیشن میکنیم میشینیم توضیح میدیم وای نمیدونی سوهان حالا من خودم سوهان خیلی دوست دارم همسرم هم خیلی دوست داره ولی دیگه از این بهتر وجود نداره یه چیز خیلی خاصیه خودم رو کشتم رفتم از جاده فلان جا گرفتم برات آوردم نمیدونم میگیم میگیم, میگیم. بعد انتظار نمی هم, هم تشکر کنم در حال اینکه تو کیس این دوست من اصولا اینجاییمون غیر ایرونی خیلی اونقدر مگه اینکه به فرهنگ ما نزدیک باشن مال کشورهای اطراف باشن اونقدر براشون بیگ و چیز بزرگی نیست میگن خب کادو گرفته دیگه حالا اگه نهایتا خیلی دیگه براشون مثلا متفاوت باشه یا دلشون بخواد بعدا ممکنه یه مسیج هم بدن بگن راستی فلانی امتحان کردیم و چون چیز باحالی بود دست درد نکن حالا این دوست من به من گفت به نظر تو زنگ بزنم یا مسج بدم ازش بپرسم مزدش دوست داشتی یا نه گفتم <تص> نه عزیزم شما ایشون رها کن به زندگیت برسی یه کادو دادی کشتیش دیگه ولی بچه ها دوستای من بیایم ببینیم که چه اتفاقی میفته تو این تقابل رفتاری تعامل ما با آدمای دیگه وقتی تصمیم میگیریم یه لطفی در حقشون بکنیم و براشون یه کادو بگیریم به مثال تولد بگیریم تصمیم میگیریم براشون یه حرکت متفاوتی انجام بدیم یه رایت بهشون بدیم از اینجا ببریمشون و بریم دنبالشون چه دارم دعوتشون کنیم خونهمون. تو ذهنمون یه قصه ای رو میسازیم این البته به همه مسلما اپلای نمیکنه نمیتونیم بس بدیم ولی من دارم میگم اصولا اکثریت قریب به اتفاق ما ملت ایرونی این مدلی هستیم اونایی که نیستن خب خدا رو شکر ولی بقیه میتونیم بهش توجه کنیم خلاصه ما برای طرف حسابی خودمون رو حلاک و کباب میکنیم از نظر به زعم خودمون یا عالم کار براش انجام میدیم بعد انتظار داریم که اون آدم تا آخر عمرش کاملا گیر و گرفتار این لطف ما باشه و به با ما مدیون باشه یعنی رابطه رو چیکار میکنیم رابطه رو معلول میکنیم به واسطه این حرکت ما به واسطه این انتظار و توقع یعنی اینکه من سلماز اگه برای کسی کاری انجام میدم اولین سوالی که باید از خودم بپرسم که الان سال هاست دارم سعی میکنم کار بکنم از خودم میپرسم که تو سلماز قصد و نیت و اینتنشنت از انجام این کار چیه چه داری کادو میخری انتظار داری برات کادو بگیرن چرا داری مهمونی میگیری انتظار داری دعوتت کنن چرا داری چرا, داری؟ چرا داری؟ هر کاری که دارم میکنم خب چه انتظاری دارم اول تکلیف خودم با اون روشن میکنم و الان سال هاست که اگه پشتش انتظار ببینم اکثریت قیب اتفاق مواقع به خاطر تمرینایی که دارم میکنم یاد گرفتم باید بگم پس من این کار رو انجام نمیدم چون اون انتظار اون رابطه رو نابود میکنه اینو اپرا وینفری یه بار راجبه ای که قصه گفت توی یکی از اپیزودهای گفتم که بشینین فکر کنین ببینین اینتنشنتون چیه چون وقتی با انتظار با توقع میرین رابطه میترکه حالا بدتر از همه چیه اونجایی که میگین که بابا آدم آدم آخه مگه اینجوری برخورد میکنه آدم انتظار داره که وقتی با طرف مقابلش این کارو میکنه اینجوری برخورد مثلا براش این کارو بکنه دیگه چرا نکرد من همیشه به کلانت ها میگم آدم کیه بگو من انتظار دارم چرا سوم شخصش میکنی چرا اصلا مسئولیت انتظاراتت به عهده نمیگیری مگه مت... متوقع نیستی بپذیر که متوقعی و بعد ببین که این انتظار کاملا بیهوده است و نباید باشه چون آدما تو ذهن ما نیستن و خیلی وقتا دلشون نمیخواد ما رو خونشون دعوت کنن دلشون نمیخواد بر ما کادو بگیرن دلشون نمیخواد از ما کادو دریافت کنن که مدیون ما بشن ولی ما میذاریمشون تو کرنه میذاریم یه گوشه این کارا رو باشون میکنیم بعد رابطه خراب میشه دیگه بلکه طرف اون کارا رو نمیخواد برامو ما بکنه که اینو ادامه نده دعوت نمیکنه که بیشتر ادامه پیدا نکنه ماجرا چون راحت نیست معذب آن بله. کادو نمیخواد بگیره بودجهشو نداره نمیتونه بگیره اون جوری که ما دوست داریم از ما تشکر نمیکنه خب من دوست دارم هی بگم وای مرسی دست درد نکنه ازم من سلمازم یه آدمی که اصلا با عواطفم راحتم میتونم بگم دلیل نداره که هر کسی از من چیزی گرفت همینجوری با تشکر کنه اصلا این من برام تشکر دارم کادو میخرم بهتر نخرم اگه فکر میکنم که با اون کادو گرفتم با اون حرکتی که تو اون ارتباط دارم انجام میدم یه اتفاقی میفته که اون آدم به من مدیون میشه نباید این کار انجام بدم تمام یه کانت دیگه هم به من میگفت سوما جون من هر بار میرم بعد از اینکه میریم رستوران به دوستم من میرم سر صندوق اصرار آخرشم این اصرار آخر نمیکنه من مجبور میشم پول بدم گفتم ازم شما آیا با خودتون مشکل داری چرا میریدم صندوق اصلا از اول بگو بگو یه بار شما پرداخت کن یه بار من پرداخت میکنم در آرامش دنگی دونگی چرا باید یه نفر هر, هر بار ما بریم خودمون رو حلاک و کباب بکنیم هر بار که من پرداخت میکنم بعد به دوستم میگم ببین این بار من میدم دفعه دیگه شما برو پرداخت کن تموم شد رفت اگرم یادش رفت من بهش یادآوری میکنم به جون که انتظار داشته باشم خودش حواسش باشه میگم دفعه شماست برو بده اگه نمیتونم تحملش ندارم میگم آقا دو تا صورت حساب جدا بیا هر کی بره پرداختش رو جدا بکنه ببینید ماها با خودمون درگیریم با خودمون در کشوا کشیم که نمیتونیم با آدمای دیگه راحت باشیم خودمون باید یاد بگیریم که از زندگیمون چی میخوایم از رابطه چی میخوایم بعد بدونیم که انتظاری که داریم چقدرش مال عزت نفس پایینه مال اینه که فکر میکنیم قدر ما رو باید بدونن و بعد به ما این مدلی نشون بدن ببینید من راجع به این قسمت اول این و در ارتباط با مسائل فردیه در ارتباط با انتظار خب و من اصلا راجع به احترام و اینا صحبت نمی کنم نمیگم که مثلا یه نفر بهتون بی احترام کنی شما انتظار نداشت باشی نه اونا فرق میکنه من دارم از اینی که من یه دهندگی انجام میدم یه حرکتی رو رابطه میکنم و منتظرم متوقعم که طرف برای من همون و بیشترش رو انجام بده اون قسمت رو دارم صحبت میکنم پس بخش اول این اپیزود در ارتباط با توقع انتظار وقتی تو روابط فردیه وقتی توی کنش و کنش های فردیه دوستان بیاین اینو از من بنده حقیر داشته باشین من بعد هر بار که میخوان یه کاری برای یه نفر انجام بدین یه لحظه پاتون رو بذارین یه نیش ترمز بکنین وایسین این ماشین با سرعت رو نگه دارین از خودتون بپرسید چرا من دارم این کار رو انجام میدم توقع چه چیز رو در مقابل دارم و اگر این کار نکنه چه حالی خواهم شد اگه دیدید حالتون قرار بد بشه عزیزم جانم این کار رو انجام ندین با تشکر قسمت دوم ماجرای انتظار و توقع این پدیده مخرب میره تو مسائل اجتماعی هم برای عزیزانی که در ایران زندگی میکنن هم برای آدمایی مثل من که مهاجرت کردم این انتظار میتونه جامعه اطراف ما رو بپکونه و در کل خودمون رو به عنوان کامیونیتی و اجتماع ایرونی از بین ببره چطوری بیاین از ایران شروع بکنیم اصلا ستمون رو میگم حالا طرز فکرمون چه توی ایران چه خارج از ایران هر اتفاقی که میفته ما منتظریم انتظار داریم توقع داریم یه دولتی یه مملکتی یه, قان... یه چیزی ورای ما یه حرکتی بکنه مثلا آشغال میندازیم تو خیابون انتظار داریم سیستم درست باشه جمع کنه یعنی اصلا, اصلا, از خودمون نمیخوایم شروع بکنیم هر کی این کار رو نمیکنه باری که من دارم با بقیه صحبت میکنم بعد نمیدونم با همدیگه درست صحبت نمیکنیم عصبانی که میشیم موقع رانندگی سریعا این اداره خشم نداریم شروع میکنیم به فوش و فضیحت و ناسزا و اینو بستش میدیم به هر کی ماورای دوروبر ما و توقع اینی که آدمای متمدنتر و بهتری باشیم رو از اطرافیانمون بیشتر داریم یعنی معتقدیم که سیستم درست نیست که ما آدمای های بهتر بشیم. من بحثا نمیخوام اصلا سیاسی بکنم و ابدا میدونین چرا؟ به خاطر اینی که من الان مدت ها سال هاست توی کانادا توی این شهر تورنتو دارم میبینم که بعضی از هموطنهای ما به جای پذیرفتن مسئولیت اعمال و حرکاتشون به جای اینه که بپذیرن که وارد یه کشوری شدن که سری قوانینی داره باز هم سعی میکنن مینی پلیت کنن یعنی با مغلطه و مثلا یه جوری قوانینو بپیچونن دوباره یه سری کارا بکنن و توقعشون اینه که پس اینجا دولت چیکار است اینجا که دیگه باید درست باشه دیگه انتظاره دیگه من هر کار دلم بخواد میکنم همه اطرافمو به نابودی میکشم و اصلا اسمشو نابودی هم نمیذارم به قوانین احترام نمیذارم بد رانندگی میکنم موقع پر کردن فرمها ها دروغ میگم ولی انتظار دارم سیستم با من درست رو قانون برخورد کنه من دروغ بگم آ. انتظار من توقع من از سیستم و حکومت و مملکت و دولت و هر چیزی تو مملکت و کانادا اینه که من دروغ بگم من مالیاتمو درست رد نکنم من فلان نکنم ولی موقع پول گرفتن از دولت موقع کووید که شد همه باید به بدن دیگه اینو وظیفه ولی من پول همون من تکس و مالیات همون پولم هم نمیخوام بدم دیدم که دارم بهتون میگم ببین اینا مایندست ما باید رو خودمون کار بکنیم میدونم هم که اینا خیلی خیلی ریشه ای تر از این حرفاست ولی من سلماس که این چیزا رو دارم میبینم و خودم هم آزار میبینم وظیفه خودم به عنوان یک انسان به عنوان هموطن میبینم که اینا رو به سمع نظر بعضیا که ممکنه یه چراغ یه سوسوی گوشه ذهنشون باز بشه برسونم دیگه بقیهش به خودمون مربوطه پس اینی که ما تا یه چیزی جواب نده در دنیای بیرون در رابطه در روابط اجتماعیمون به جای اینکه روشمون رو عوض کنیم سریع شروع بکنیم به سرزنش سیستم سرزنش اطرافیان سرزنش همسایه سرزنش و انتظار داشته باشیم که بقیه با ما درست برخورد بکنن نه تنها کمکی به بهتر شدن کیفیت زندگی ما نمیکنه بلکه باعث میشه ما به یه سمت قهقرایی بریم که خب داریم میبینیم نمونش دیگه چون همه منتظریم همه توقع داریم و هر روزم بدتر از دیروز میشه متاسفانه فقط به واسطه اینه که ما هیچ کدوم نمیخوایم اونرشیپ بگیریم دست خودمون بگیم که پس منم ممکنه بتونم یه کاری بکنم من حداقل بچه‌مو درست تربیت بکنم بچه‌مو با یه سری الگوی درست تربیت بکنم که نسل بعدی حال روزشون بهتر باشه نه که به اونم یاد بدم اگه یکی با تو این کار کرد اون توقع باید داشته باشی باید برداری و بدوی بری و اصلا هم فکر نکن که کار درست چیه این میشه اون چیزی که ما الان داریم ازش رنج میبریم در اقصا نقاط دنیا و من جمله مملکت خودمون خلاصه من میخوام بگم دوستایی که مثل ما مهاجرت کردیم بیاین با هم دست به دست هم بدیم و دست از نابود کردنش کشور مبدا برداریم با چی با دنبال کردن قوانین با بهتر زندگی کردن با انتظار مطلق نداشتن با اینی که وظیفه خودمون رو به عنوان یک شهروند درست انجام بدیم با اینی که فقط نگیم که چون اومدیم یک کشوری که وضعش بهتره دیگه همه باید به ما برسن ولی ما هیچ مسئولیتی نداریم ما ملت باهوش ملت زیرک میتونیم در خیلی جواب با پشتکار باشیم فقط لازمه که دست از سر توقع مطلقه یه طرف داشتن برداریم یه خوردم این آینه رو بگیریم سمت خودمون ببینیم اینجا چی هست که میتونیم روش به بیشتر کار کنیم میتونیم کتاب بخونیم میتونیم همین شما که دارین پادکست گوش میدین از حرفهای بنده حقیق رو دارین گوش میدین یک قدم کوچیک هم که شده دارین به سمت جلو میرین و دمتون گرم و در ارتباط زندگی اجتماعی هر بار که متوقع میشیم که چرا جامعه بیرون برای ما کاری نکرده یا نمیکنه ببینیم ما چه سهمی داریم به عهدمونه که آیا داریم درست انجامش میدیم یا نه واقعا باشد که رستگار شویم خب دوستای من امیدوارم که این اپیزود این پادکست به درد شما خورده باشه امیدوارم یه زنگی گوشه ذهنتون دلینگ دلینگ روشن کرده باشه و یه کوچولو باعث شده باشه که یه ذره بیشتر فکر بکنید از همراهی شماها به شدت و هدت متشکرم مرسی که هستید ممنون از همراهیتون ممنون از شیر کردن اپیزودهای پادکست با کسایی که فکر میکنیم به دردشون میخوره واقعا 26 اپیزود پی در پی هر هفته رفتیم مرسی سمانه دمت گرم مرسی از کمکت مهتی پسیان عزیزم متشکرم و با اجازه شما دوستان آشنایان ما رفتیم تا اواخر آذر ماه من برم یه خورده بخونم خیلی دیگه سخت داره میشه اینا آخر ترمی دانشگاه و یه کوچولو هم تنفس بکنیم و فرش پرقوا با یه عالم ایده های بهتر بیایم خدمتتون هر چی دوست دارید راجبش تو اپیزود بعدی صحبت کنیم برای من میتونید تو اینستاگرام مسج بفرستید دایرکت بفرستید یا توی هر اپلیکیشنی دارین گوش میدین برای من مسج بدین حتما میخونیم و ترتیب نظر میدیم باشد که همگی با هم رستگار شویم دلتون شاد و تنتون سلامت